سلامونه ستړي مشه درنو لیدونکو د لوبي خبرونه د نصرت الله ساحل په دونه کې به تاسو د ورزش له ډګره د تازه او مهمو خبرونو خبرو او یو لاندې شان مراکم د استاد وسیم کوبندي سره لرو ورزو په فایل کې ورزو د تیرونی تازه او مهم خبرونه ګورو بیرته زړه ګرځو په ټونیز رسنیو کې د حشمت شاهدی او لوبڅار ترمنځ شخړې خبرګونونه راپرولي د زرغون افغانستان په نوم 500 سیالۍ تیر ورځ د پامیر لیجنډز او میوه ساتونکو د لوبې په نیمایي کې د میوه ساتونکو لوبډلې لوبډل مشر حشمت شاهدی او مخامخ لوبڅار ترمنځ په پراخ توپ شخړه رامنځته شوه چې لوبڅار خپله خولۍ په ځمکه وغورځوله چې دې حرکت په ټونیز رسنیو کې پراخ خبرګونونه راپرولي او لوبغاړو لوبڅار ته پکې د جریمې او بندیز غوښتنه شوې د افغانستان د مسلکی کرکټ په تاریخ کې به دا لومړی ځل وي چې یو امپایر د یو لوبغاړي ته خولۍ ورپسر کوي او د امپایري غوښتنه ترې کوي سره له دې چې امپایران د ملي لوبډلې لوبغاړو سره ځان ډېر نه مخامخ کوي خو په پرونۍ ویډیو کې امپایر له عکس العمل ښکاري چې مجبور شوی حشمت ته خولۍ ورپسر کړي پرون ویل کېدل چې د امپایر په وړاندې حشمت او آفتاب عالم بد اخلاقي کړې چې دواړه ملامت ښودل شوي وو خو نن ویډیو کې ښکاري چې آفتاب عالم نه دی ملامت هغه د خپل وایډ بال وروسته بیرته عادي لوبې ته ستون شوی دی د امپایر خولۍ او عینکې دواړه چې حشمت غورځولې وې په ډېر احترام سره راخیستې او بیرته یې امپایر ته ورپسر کړي دي آفتاب د کرکټ اصولو له مخې خپل کار کړی دی او پاتې شو حشمت ښه نه دي کړي دا ډیسپلین کمیټه او میچ ریفري یې باید په اړه تصمیم ونیسي قانون باید په ټولو یو شان پلی شي په داسې صورت کې امپایر ته حق ورکړل شوی چې وایډ یا سم بال وښي خو بالر ضرور یو عکس العمل ښیي ځکه چې انسان دی او انسان نه په داسې حالاتو کې ضرور عکس العمل ښودل کیږي او دا خبره کرکټ کې عامه ده دا چې د حشمت او امپایر ترمنځ کوم الفاظ تبادله شوي او ولې د امپایر خولۍ پر ځمکه غورځېدلې دا باید میچ ریفري مکمله کیسه سپینه او کیس یې ډیسپلین ته وسپاري و موږ غوښتل چې د یادې قضیې په اړه د کرکټ بورډ نظر ولرو خو د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک یوازې دا شخړه د لوبغاړو ترمنځ کوچنی بحث یاد کړ د هیواد د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډله تاجکستان هیواد ته روانه شوه د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا یا کافا سیالیو کې د ګډون په موخه نن تاجکستان هیواد ته روانه شوه د مرکزی آسیا یا کافا فوټبال سیالۍ د دې میاشتې په 14 نیټه پیلیږي او د دې میاشتې په 14 نیټه به پای ته ورسیږي چې د افغانستان سربیره پکې تاجکستان ایران او قرغستان هیواد لوبډلې برخه لري د افغانستان 14 کلنه فوټبال لوبډله به خپله لومړۍ لوبه د مئی میاشتې په 14 نیټه د قرغستان لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي او د پاکستان او سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبې راکمې شوې پاکستان کرکټ ملي لوبډله روان کال جولای میاشت کې سریلانکا ته سفر لري خو دا لوبې د پخواني مهال ویش سفر په تغییر ترسره کیږي پاکستان او سریلانکا لوبډلې د ټیسټ لوبو تر څنګ درې یوازنۍ لوبې هم درلودې چې د سریلانکا کرکټ بورډ په غوښتنه یوازنۍ لوبې لغوه اعلان شوې سریلانکا په جولای او اګست میاشت کې کورنۍ شل اوویزه ټورنمنټ لري او په کور دننه اقتصادي وضعیت هم ترنګلی دی د زرغون افغانستان په نوم سیالۍ سبا په خوست ولایت کې پیلېږي د افغانستان کرکټ بورډ په نوښت د ملي او کورنۍ لوبغاړو ترمنځ یو ورځنۍ سیالۍ چې درې لوبډلې به پکې ګډون ولري سبا په خوست ولایت کې د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلو ترمنځ په لوبه پیلېږي حشمت الله شاهدي نجیب الله زدران او رحمت شاه به د مختلفو لوبډلو لوبډل مشري کوي د دې سیالیو پایلوبه د روانې میاشتې په 14 نیټه ترسره کیږي مرکزی آسیا فوټبال سیالۍ او ته د افغانستان 14 کلنو فوټبال لوبډلې تمرینات لا هم دوام لري د افغانستان فوټبال 14 کلن لوبډله چې د آسیا مرکزی فوټبال 14 کلنو سیالیو کې د تاجکستان ازبکستان او ایران لوبډلو پر وړاندې به خپلې لوبې ترسره کړي په کور دننه یې تمرینات لا هم دوام لري د مرکزی آسیا لوبې یا کافا چې د دې میاشتې په 14 نیټه پیلېږي د مئی میاشتې په 14 نیټه به یې پایلوبه ترسره شي او ګجرات لوبډلې په روان هند غوره لیګ کې درېمه ماتې هم ومنله د 2022 کال هند غوره لیګ لومړی پړاو پای ته رسیدونکی دی د تیرې شپې په دویمه لوبه کې ممبئی انډیز لوبډلې وکړې شو چې ګجرات ټایټنز لوبډلې ته د 5 منډو په توپیر ماتې ورکړي ممبئی لوبډلې د ایشان کشن تیزو منډو پر مټ په 20 اوورونو کې 128 منډې هدف ګجرات لوبډلې ته وټاکه ګجرات لوبډله که څه هم په لومړیو کې ښه پیل وکړ خو هدف پوره کولو کې پاتې راغله د 5 لوبغاړو په سزیدو یوازې 122 منډې وکړې د لوبډله په درجه بندۍ کې د دې ماتې سره ګجرات لوبډله لا هم په لومړي مقام کې ځای لري خو بلخوا ممبئی لوبډله له دې بریا سره بیا هم د لوبډله په درجه بندۍ کې په وروستي مقام کې ځای لري په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ سیالۍ پیل شوې د افغانستان کرکټ بورډ له لورې په خوست ولایت کې د درې لوبډلو ترمنځ 500 سیالۍ نن د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلو په لوبه پیل شوې میوند لوبډلې په پوره 500 اوورونو کې د شهزاد محمدي او درویش رسولي د نیمه سلیزو پر مټ 255 منډې هدف پامیر لوبډلې ته وټاکه
پامیر لوبډله ونه توانېده چې یاد هدف پوره کړي. 500 اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځېدو 244 څلوېښت منډې وکړې او په لومړۍ سیالۍ کې د 11 منډو په توپیر ماتې ومنله. سبا د دې سیالیو په دویمه لوبه کې میوند ډیفینډرز او هندوکش سټرایکر لوبډله د سیالۍ ډګر ته وځي. په ننګرهار کې پیل شوې د والیبال سیالۍ د کوز کونړ بوډیالۍ لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د ننګرهار ولایت خوږیاڼي ولسوالۍ مملي تاریخي بڼ کې د 28 لوبډلو ترمنځ پیل شوې د والیبال سیالۍ ننګرهار اړوند کوز کونړ بوډیالۍ لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. یادو سیالیو کې د کابل، لغمان، کونړ او ننګرهار ولایتونو اړوند لوبډلو ګډون کړی و چې پای لوبه کې بوډیالۍ لوبډلې مملي منتخبې لوبډلې ته په ماتې ورکولو د اتلولۍ جام خپل کړ. شمرون هټ مایر هند غوره لیگ په نیمای کې پریښود. د 2022 کال هند غوره لیگ وروستۍ ته رسیدلی د راجستان رایز لوبډلې چټک توپ وهونکی شمرون هټ مایر هند غوره لیگ په نیمای کې پریښی او خپل کور ته ستون شوی. د نوموړي بیا ځلې راتګ هند غوره لیگ ته د راجستان رایلز لوبډلې وروستۍ لوبو پورې اړه لري چې آیا بل پړاو ته لاره مومي او که نه. راجستان لوبډله اوس مهال د لوبډلې په درجه بندۍ کې په درېم مقام کې ځای لري او ډیلی کیپیټل لوبډله بیا ځلې قرنطین شوې. په داسې حال کې چې ډیلی کیپیټل لوبډله نن د چینای لوبډلې پر وړاندې خپله 11مه لوبه ترسره کوي، له لوبې څو ساعته مخکې د هند کرکټ بورډ او غوره لیگ مسؤلینو یاد لوبډلې ټول لوبغاړي قرنطین کړي تر څو لوبې مخکې د کرونا ټیسټ ورکړي. ډیلی لوبډلې یو شمېر لوبغاړي مخکې هم د کرونا وایرس له ویرې قرنطین شوي وو چې د لوبډلې ځینې لوبغاړو او مسؤلینو د کرونا پایله یې مثبته راغلې وه. ډیلی لوبډله په روان هند غوره لیگ کې د 15 بریاو سره په 5م مقام کې ځای لري. بیر تر اگرزو مکسرا پاتشی درنه لدن کو به هم ستړي مشهید مرکه برخه دا نن نصر بخبرانه کی استاد وسیم کو بندي د فیفا رشته تکړه اتل دي چې په لاندو ورځو کې به ان شاء الله چې پاکستان هواد کې یو مسابقه یا سیالي ولري. خرغلز د تیم کو بندي سب ستړي مشه بخیر غل خبرونه ته سلامت بشی. بسیار زیاد تشکر. سلام خدمت شما همکارای عزیزتان و بیننده های تلویزیون شمشاد. تشکر. سلامت سی ډیر من پیل بدل د څو کو چې څومره وخت کې تاسو ورزش کوئ؟ ما مدت 13 سال میشه تمرین میکنم و در اول رشته پهلوانی رو پیش میبردم، باز هم تو کم کم بوکس، فری فایت، اول مصر فری فایت هستیم دیگه. پهلوانی هم بد رشته نده، طول رشته خیلی ورزش ده، ولی من فری فایت هم خواهد. چون من همین شوق همین بود که زیادتر وقتای بچگی که بود زیاد جنگ میکردیم و همینطور یک رشته میخواستم که باشه که آزاد باشه. فری فایتر ها باز کلش یک کم اصاب خراب و جنگ زیاد میکنه. واقعیت است، چون باز پهلوانی هم بهترین رشته است. خب رشد نداره پهلوانی و باز پسان دیگه مشکلات زیادی هم وجود میاره پهلوانی. باز به میخاطر ما رشته را تبدیل کردیم آمدیم به فری فایت. دیگه تم اشاره وکړه د فری فایت رشته ډیر زور پیشرفت وکړه په افغانستان کې، په دې وروستیو کې بیخي ډیر پیشرفت وکړه. دلیل پڅ کیو؟ دلیل یې شیز که مسابقاتش بسیار سود برگزار میشه، بسیار به سطح بالا برگزار میشه و مسابقاتش ثبت و شیرداغ میشه. بهترین و چیزش همیست که ثبت میشه، ثبت و شیرداغ میشه، در رسانه ها زیادتر برگزار میشه. اسپانسر هم زیاد داره؟ اسپانسر هم بسیار داره. بله. په اوس وخت کې له فری فایر پرته بله کومه رشته مخکې وړی که نه؟ یوازې په فری فایر کې مزان ده؟ نه خیر، نه فری فایر کس کل رشته دهی بوکس هم هست، که بوکس هم هست، اما رشته ده می از دیر ضرورت نیست که هم رشته دیگر تنهایی پیش بریم. مکمل است؟ نه مکمل است. یا تاسو خپل یادونه وکړه چې زه یو جنگی ما جنگ می ډیر کړی ده، نو د یو خو فری فایټر ځانګړتیاوې څه دي؟ او وقتایی که بود اولایش هست، اما وقتی که آدم تمرین میکنه تیار میشه و خداوند که یک زور به تو میته باید کنترولش هم به تو میته و فعلا جنگ منگ کدام چیز دیگه نمیکنیم دیگه، فعلا جنگ ما داخل قفس است. بله، پا فری فایر رشته که لوبغاړی باندې کله چې سیالی که پا قفس که دن نوی مبارزه که چومره تاثیر و چومره فشار بیب؟ فشار خب بسیار زیاد میه و اما از تمام چیز که در انگیزه بسیار خوب بیداشته باشه، چون موجه موضوع بیرق می باشه، موضوع ملت می باشه و مردم می باشه، به این خاطر عادیس کدام مشکلات نداره. بخواد به شوق بسیار اراده قوی داخل مبارزه می شوند. کلم در لوب یا دی سیالهی پا محل خوکشی و یاست یا هم کلم فکر کرده چیز با پا دی سیالهی که خوکی گم؟ ما خود وقتی که داخل مبارزه می شیم و همین قفص هم کس بسیار یک دل گرده بسیار قوی میخواهم و در فکر از این نیست که ما اوگار میشیم یا اوگار شدیم اینجا و او تو اوگار نشدیم تا حالا
او گور کردیم او گور نشدیم شکر خدا. سیالی د فری فایر سیالیو کې دغه ګټل او بایلل لذي او د ګټل فکر کوم چې یو ټاپ اوټ دی یو نمرې دی او نکاوټی لري دی کې کوم یو ډیره ګټه لري ستاسو ریکارډ ته او کوم یو ډیر لذت لري تاسو ته؟ نکاوټ بسیار دیگه مزام داره و خوب آمز به سبکش داد. بله بازو چی فرق داره دیگه؟ دوگام خوب است، او هم به مقبولیش، به جذابیتش است. اگر سب میشن آمست، باید به بهترین سب میشن، باید جذاب باشه. موسانه که تپات میکنن، نکات میشن، هر کدامش باشه، مشکل نید، مقصد جذاب باشه، خوب باشه، یک ذره خشنتر باشه، باید نفر او باشه، مو خوب است. دقا نمره چی ورکول کیگه دو نمرو گتل؟ دا کم نمره دیر، کم زایمانه چی مثلا تخپل حریف هوا هی نمره دیر حسابیگه؟ نمره زیاد که است در پهلوانی است، وقتی که بالا میکنی میزینی پنج نمره سی نمره داره و زیادتر مشت دروی. نمره زیاد است؟ نمره یک نمره است، اما که بخوره بازم یک دانه دمش دیده، اما زیادتر که نمره بالا است قشتی است، پرتاب است، باز بالا میزینی. ما یه سیالی لیدله چه حریفی غرزوله و پا سر لغت ورکره فاول است. خب مشت که میزنی بازو فاول نیست؟ نه مشت نیست. مشت زانو هم نمیتونی بزنی و اگر هر دو زانوی نفر در زمین باشه تو حق نداری زانو مشت دوی ازو بزنی. مشت میتونی بزنی، زانو لحد نمیتونی بزنی و اگر یک پایش هم بالا باشه یک پایش در زمین باشه میتونی بزنی، اما هر دو پای که در زمین باشه فاول است، نمیتونی بزنی. سیالی تو برای شما چون سیالی میکنی پر بحر که و پر حیوات که دنه؟ ما مسابقه های داخلی تو تقریبا 19 مسابقه کردیم که داخلی 14 مسابقه شاماتور است و 5 مسابقه پروفشنال دارم، یک باخت دارم، 4 برد دارم و 2 خارجی است، 3 داخلی از پروفشنالم. بهرانه مکم همدون سر لوبی کنم؟ آذربایجان، پاکستان. نتیجه چه؟ نتیجه آذربایجانی نکاوت و نتیجه پاکستان قسم شد که من بهترین فایت هم کردم. سازمان بریف بود و عریف ما بسیار یکی از قوی ترین فایترهای پاکستان بود و پیش از من 2 افغان دیگر هم شکست داده بود. من فایت بسیار خوب پیش بردم، تقریبا تا 3 راون امرایش مبارزه کردم، در 3 راون من 2 گراد یک آکن از پیش خورده بودم دیگر. از اول تا آخر فایت هم بسیار زدم، بسیار خرابش کرده بودم، اما متاسفانه قسمت نبود، در 17 ثانیه مانده بود به ختم فایت و اونجا من سب میشن گرفت، 17 ثانیه هم خلاص شد، 11 ثانیه تا این اضافه گرفتن. ما اونجا دیدم که حالا رای نجات ندارم، خطا نمیخورم از این، و من قسم خوردم گفتم میمونم خود تپاد نمیکنم. باز اینا دیگه 11 ثانیه تا این اضافه سرم گرفتن، 11.5 ثانیه تا این اضافه هم دیدن که من تپاد نکردم، تا این استاب کردن، بازی رو استاب کردن، وقتی که استاب کردن یک چه قدگام گردن مکت باز من دیگه زوف کردم به 6-7 ثانیه آوریم، باز مسابقه به نفع از اینا شد دیگه. خب وست پلان نلاری راتلون که سیاله پرامون خبر شد چی پاکستان هیواد که سیاله هم حالا دیگه بخاطر از این من بسیار انتظار کشیدم بخاطر از این فایت و تقریبا 4-5 دوره دیگه هم برای من فایت جور شد. در اونجا وقتی که فایت مرا در شیرداغ میزنن که نجم خان فایت من برای باز نجم خان بهترین فایتر از باز او را که میبینن و قولت خورده از پیشم باز به این خاطر حاضر نمیشدن فایت کنن، باز حال یکی حاضر شده از رو کم هم نیست و دیگر انشالله با آمادگی بسیار خاص دیگر 100% انشالله پیش از پیش من میگم که انشالله برنده هستم و قصد از دفعه دیگر اگه قرغشی کردن انشالله میگیرم. انشالله زمان دیره فایتران پا دیورسته یکی پاکستان هواد تا دیر فایت رو لپاره دلیل پس کن؟ دلیل دیسته که ویزه گرفتن نمیتونن و برای شما خو معلوم است که حالا افغانستان در شرایط بسیار رحیم قرار داره و زیادتر کشورها برای ما ویزه نمیتن، به رسمیت نمیشناسن و دوم دیگه از دلیلش که اقتصاد فایترهای افغانستان بسیار ضعیف است. تا چند وقت پیش تجارا بودن شرکت ها بود اسپانسر میشدن، اما امروز وقتی رسیده که تمام تجارا تمام کسایی که بودن رفتن از وطن رفتن، کسی نیست و مشکلات اقتصادی است، همینجا نزدیک است، همینجا میرن فایت میکنن و دلیل است. پاکستان هیواد که خبر من خبر شوی چه مجفیس هم دوم رانده او نن سبا پا افغانستان که سپانسر هم سختی پیدا کی دا جی تاس فایت لرائی مصرف بده خپل جب نور کوی؟ مصرف دیگه فعلا باید از جیب خود بتیم، من تقریبا اینه
پیش از رمضان آمادگی گرفته روان هستم و من چی کوشش کردم اسپانسری پیدا نشد که مرد اسپانسر کنه. من با کمی کاستی خود دیگه پیش میبریم تمرینات ما را. خب دغه مشهور فایترانو که چی ډیر نام کشه دي مشهور دي او ستاسي الگو څوک ده دغه فایترانو کې؟ الگوی ما دیگه خبیب نبی. خب از خارجی یا داخلی؟ خارجی. ولی اگر شاید تو چی باشه شاید بگی که پوک از پایری میکنه در بین فایترهای خارجی به سرکس دی افتخار میکنم دی او را الگوی خود قرار میتونم میخوایم به خودم باید باشم. خب داخل که پچه افتخار که پچه بچه دیگه متاثره؟ در داخل دیگه دو نفر از احمد ولی و تک و باز محمد مبارس سر دوش و سادای ما هم هستن و با الگوی خدا ما میده تو را قرار دادیم و افتخار هم میکنیم. نفر رشته در یک کار رو مکنید؟ بله امیا بودن کسایی بودن که مثل ما هزاران جوان یار الگوی خود قرار دادن و کسایی هستن که واقعا افتخارات بسیار به ورزش می و میره رشد می دو نفر دادن. بله ډیر کار موکو او هغوی چې په تیرو یا څو کلونو کې سیالۍ کولې نو ډیرو خلکو غوښتنه همدا وه چې فری فایر ته مخه کړي. تاسو به ممکېدی شي د هغوی د خاطر مخه کړي؟ بله بله مو کسایی بود که نشان داد برای ما پیش از اینکه از فری فایر ته نمیشناخت در افغانستان هم همیا بودن فایت کردن ما دیدیم ما زوری از اینا دیگه رشته ما را تبدیل کردیم مثل ما هزاران جوان به این رشته رو آوردن. تصمیم لرئ چې شاګردان روزی نوي ځوانانو ته تمرین ورکړي؟ ما تقریبا مدت 7 سال میشه ما تمرین میتم و بیش از 17 18 کلاب کلاب داری کردیم در منطقه هر جای و بسیار شاگردار رساندیم هم تا جای و فعلا هم کلاب ما خوب است، شاگردان ما خوب است، نام خدا خوب فایتر است. به این نزدیکی هم تقریبا 8 فایتر هم فایت میکنن در بسیار خوب سازبان سبت شرداک هم دارن دیگه با امید پیروزی از هم جای افتخار است. تاسی استاد هم هسته یا خپلا هم اوس وقت فایتونه لره پا زن دیر کار که پشا گرد؟ فعلا سر خود کار میکنم چند ما این فایتر هایی که فایت میکنن امرای از ما یک جای تونه که چیز کنیم با فایتر هایی که فایت میکنن سر از هم سر خود زیاد زحمت میکشیم و بعض وقت همی شاگردان میمانن اگر پشت خودت بگردی شاگرد میمانه اگر پشت شاگرد بری خودت میمانی و فعلا دیگه شاگردان هستن تمرین خودم میکنن خب باز من زیاد تست کوشش سر خودم هست. شاگردان با مدیر روزلی کم شاگرد خو و دزل شاگرد و آقا چه دیر مشوره شوه یا دیر رساله کری آقا چه کم شاگردشتا چه اسم تست روسی؟ آست یک شاگرد مز به نام سیار مرزایی بهترین فایتر است در آذربایجان هم فایت کرده، ازبکستان هم فایت کرده و داخل هم چندین فایت کرده و چندین دانه دیگه هم هستن. اما که بسیار وقت است پیشن تقریبا 7 سال میشه است و اولین شاگردی است که از اول تا آخر هم رای مستاد بیده هم سیار جان بیده. کلم خپل شاگرد سره اوزه سیاله قفص تطلیل است یعنی چستا سیاله موسی و شاگرد موسی پا یه سازمان که؟ بله بله یک بار بود یک شاگردم بود به نام رضا علی پور در مسابقات همی سازمان ایفسی بود که اول نوبت از او بود باز از پشت از ما بود دیگه اول رفت مولوری از او کردم باز او کامد باز مداخل شدم. در پلوان رشته که اکثرا فایتر یا ورزشکار غوگونه ماتیدی در خپل ماتی یا کنه در تمرین پا محل ماتیدی ای خودش رایج میدان همیشم و ای کار یک روز نیست دو روز نیست سالات تو تمرین میکنی و گوش در پای میخوره در چپوله میخوره باز یا مشت میخوره به اینی بازی خود از کم کم سخت شده میره باز یک دفعه میده میشه دیگه تو خودت که بخوای هر چی کنی میده نمیشه. دقیقا چه احساس کنی؟ احساس بسیار خوشی میکنم، احساس فخر میکنم واقعا چون اصلا نه رقم مردم هستن اما مردم افغانستان ورزشکار خودانه دوست دارن و چیزی است که با مثل یک رتبه است برای من. بله اما زیادتر کسایی است درد بم لری دیر وقتی که نو میده شد تقریبا تا دو ماه تو بغل خوشیده نمیتونی بسیار یک درد بسیار خطرناک داره دیگه باز پسان پسان باز پسان عادی میشه دیگه سنگ باره سخت میشه. در ورزشکار حوصله دیره کمی کور که ما مغسی کنه کور که حوصله کوی واقعا بسیار یک موضوع خوب اشاره کردی. حوصله ورزشکار واقعا بسیار کم آمد زیاد آمد کم آمد چون مشت میخوره زیادتر بخصوص رشته های فری فاید یا بوکس یا
مش کلش اعصاب است به این قسم سر تا بزنیم بس مغز تکان که با دوز چیز میخوره باز به خاطر کم حوصله است واقعا. در خانه باز حوصله میکنین یا در خانه کم حوصلگی؟ والا در خانه کم حوصلگی خود نمیشه خب بازم سیاست و دیگه و دیگه واقعا در خانه باز زیادتر کس که کار نداره چیز گفته نمیتونه دیگه باز بسیار یک دفعه دیگه جدی میشیم به خاطر کم حوصلگی میکنیم واقعا از شان مسترد میخوایم اگه برنامه ما را بکنیم. کلا چی تاسی سیاله لره یا سیاله تمادگی نیست یا اومه شل رازی مخ که بیا تاسی خوراک چی؟ پریز لره ای کنه عدی خوراک کنید؟ پریز فعلا در این شرایط نمیشه چون اقتصاد ضعیف است، سپانسر نیست، باید مرد چیز که پیش آمد باید بخوری اما باید وقتی که آمادگی میگیری خوراکت، استراحتت، فکرت باید بسیار آرام باشه، در نگاه باید قرنطین باشی دیگه فعلا کدام توصیم اوقات غذایی نداریم دیگه مواد چیزی که پیش آمد امور را میخوریم انرژی ازش میگیریم. کلا چه پردی هیواد که سیالی کوی چه احساس کوی؟ احساس بسیار فخر میکنیم، احساس بسیار خوشی میکنیم. خطر احساس نکوی؟ نه خطر خوب بیخی اصلا نیست چون این موضوعی که در کشور میری موضوع بسیار مهم میباشه، موضوع بیرق میباشه. اگر بیرقت بلند کردی خونه بسته کشورش فتح کردی و اگر بیرقت پایین آمد دیگه جای بسیار تاسف است دیگه. د ام ام ای راتلونکی په افغانستان کې څنګه ګرځوي په دې شرایطو کې؟ د دې شرایط ام ام ای بسیار کمرنګ شده و اما باز هم جوانای هستن که تلاش میکنن اما زیادتر جوانای ما بخصوص شاگردای خودم بیش از 50 شاگردم که خوب فایترها بودن امروز رفتن یا پاکستان رفتن یا یک طرف ایران رفتن یا ترکیه رفتن فعلا یک ذره کم رنگ شده چون اما ما استادایی که داشتیم قهرمانایی که داشتیم زیر مشهور تلی کلش رفتن تمامشان رفتن به خاطر یک ذره چون مسابقه هاشم فعلا برگزار نمیشه بسیار به سطح پایین یک از مسابقه برگزار کنه فعلا شرایط آمده که واقعا تمام مردم افغانستان به خاطر یک لغمنان برآمدن رفتن مشکلات زیاد فعلا شده. طبعا تاس چکلا رنگتن نوزه یا کیچتن نوزه یا قفسته نو تاسو باید داسې یو حرکت وکړئ چې خپل حریف د خپل تاثیر لاندې راولي. فکر وکړه رنګ دی خو زه د حریف نه یم، اوس ما ګزارو نه کې زه د حریف نه یم. یو حرکت وکړه چې خپل حریف د خپل تاثیر لاندې راولي. خنده، فقط خنده. خنده بهترین چیز است چون بر ما ترجمه شده. خب یکی خو محدودیت به انسان نمیزیبه. بله اگر کمی یک حرکتی تو اونجا نشان دادی باز فکر میکنم مغرور است. مغرور است و همین مغرور است هم تماشاچی که اینجا هستن خب ما دیدیم ششتیم خستیم بیست رقم دو میزنند باز به این خاطر من پیش از اینکه یک فایت کدم من در پاکستان یک باخت بود برم اما از آران پیروزی را برم تجربه ساخت چون مغروریت مغرور بودم من به فایت که می در آمدم تا یک شور بخوره پین نمره سر از این پین لوکه گرفتم باز پشت از این ایدم سر شانه که بالایش کنم گفتم برگواری سی برم ایده گفتم باید این میدان یک دور بتمش یه چرخ هم دادم از محروریتم بود وقتی که بالا کردم میره زدم باز پسان یک جای دیگه گرفتمش و دودارش برش میگفت که بخی بخی مثلا از جوا خنده کردم فهمیدی سرشان روش خند زدم گفتم مال تو جای نیست که از پیش نما بخی زدم زانو که زدم از بغل روش برآمد و موجه فهمیدم که من دیگه محرور شدم اما تا آخرام خوب پیش رفتم داخل که نتیجه فایت مزیدم تمام باختش از مغروریتم بود باز فعلا به مشاگردم هم که از توصیه من بیست تا داخل رنگ آن که میشه بسیار به خنده بسیار تو فکر کنی که در شما کرده یک کس عاجز نیست و وقتی که برده باز اونو وقت دیگه اکشن هایت نشونه هر رقم که اکشن میکنی پیش از مسابقه اکشن کنی و مسابقه رو ببازی باز مزه نمیتن بله از این خاطر کلا دیم دا فایت نمخ که خپل حریف سره ناست اولاد کرده از که زین لوبغاړي مالی دلی چې خپل حریف سره سلام علیک نه کوي مخکې د فایټ نه نه غواړي چې ورسره مخ شي وي دا زما حریف دی تاسو مخکې د فایټ نه خپل حریف سره کله کتلي؟ بله ما می حریفم که از آذربایجان بود آمده بود در افغانستان و زیادتر هم رقم است اما چون ما میزبان بودیم ما خودم رفتم امروز سلام علیک کردم در بغل گرفتمش و وقتی که بردمش هم بازم در بغل گرفتمش چون مهمان بود و خودم هم که پاکستان رفتم من اون عکس فایت حریف ما که دیده بودم و عکس 4-5 سال پیشش بود
وقتی گی آمد بسیار قدر بلند، بسیار وزن زیاد، تقریبا 9 کیلو وزن شام سلام از زیاد بود کم نکرده بود وزن خدا. آمد که سلام علیک کرد ششتیم و ایت گرف، ما گفتیم میام فایت میکنه از این پاکستانی ها را، گفتیم یه ریف دادی، گفتیم یه سریف مگفا دیگه باز چند برنامه یک جای ششت خیز داشتیم. اصلا باز فایتر هستن که اخلاق و ورزشی ندارن، باز خوب هم نیست، باید ورزش چیزی است که دوستانه است، چیزی است که باید جوان مردی باید داشته باشی، رفاقت باید داشته باشی، این داخل قفس که میشی موضوع علیه است. اما پیش از بعد از این باید چیزی است که باید جوان مردانه باید پیش میشی. مهم موضوع چه پلاندو که جواب را که کلا چه استاسی و سیالی و سیالی و عریف سره عریف دی معلوم شی تاسو دا غریف ویدوگان فایتونه بگوره تابن او چون را رول لری دیده او خو بسیار زیاد مهم است. یکی ویدیو از یورا تو میبینی اگر ویدیوش در تلاش باشه، تمرین باشه، او اگر یک برابر تمرین کرد تلاش داشت تو باز ویدیو از یورا که یو ولی چقدر تمرین میکنم هم باید تلاش کنم، تو چند برابر از تلاش میکنی. و دوم دیگه فایت از او است که او چی کار داره، چی میزنه، باید برش چی دفاع جور کنی، باید هم برش چی کار کنی، دست پای کار است، بکسر است، پالوان است، باز مخالفش باید کار کنی. بله تاس ندیره من نا پای که راتر دخپلو راتلون که پلانو پاره و یاستاس پای مورو پلانه برنامه ما خواهیم مسابقه است فعلا که اینجا برگزار میشه و یک مسابقه دیگه بعد از این مسابقه است برام تنظیم میشه در هندوستان است که توکل به خدا. و دیگه پیام خاص ندارم و کوشش کنند که افغانای ما، جوانای ما باشند در وطن خود. کسایی که رفتن خود رفتن، اما کسایی دیگه که ماندن یا باید دست به دست هم بدن وطن خدا آباد بسازیم. و کسایی هم که رفتن دور از فامیل، دور از وطن، سخت از مسافرت، سخت از بیان، پس در وطن خود و وطن ما را باید بسازیم خودمون. تاس ندیر من نه ترکم یا باسی سلامت باشی. خوش باشی درانو لیدون که از مونگ داده اونه دلو بخبرانه هم پام دیزای پای ترسیگی تر بوله اونه پوری تاسی پولی بخون که خدا اسپارم. الله همو ملیش لیدلو مو مننه.